سا بندر براه پویاند بر این دراهی دوستان سا بر ما نظر کن کارهیم زین گمراهی دوستان سا دستم بگیر و رهایم کن براهی دوستان سا یا لابه کن یا مدربه یا همراهی به شما هموطنان گرامی وقتتون بخیر باشه. یه چند هفته‌ای بودش که میخواستم راجع به استاد سیاوش اوستا و آثار و زحماتشون یک صحبت مختصری بکنم که دیگه به تعویق افتاد و یادم رفت. گفتم الان خدمت دوستان بگم، چون یه مطلبی گفته بودم که واسه برخی از دوستان و مخاطبین و هموطنان یه سوء برداشت شده بود. متاسفانه یک سری افراد ظاهربینی هستن که همه چیز رو صفر و صدی میبینن، یعنی اون خیال ذهن واسه شون میگه یا با فلانی موافقم یا مخالفم، غیر از این هیچ چیزی نمیبینن و این خیلی اشتباهه. این میشه پوست ظاهر رو دیدن و میشه کرکره خرد رو کشیدن پایین. هیچ چیز صفر و صدی نیست. این اگرچه من با نوعی از لحاظ اعتقاد و باور و ایمانی، یعنی اون چیزی که از لحاظ معنوی بهش باورمندم، مخالف حالا باور ایشون هست، ولی اینکه ایشون این همه افتخارات، این همه تلاش و این همه واقعا آثار نفیس از خودشون به جا گذاشتن و افتخارات جهانی کسب کردن و آثاری که به ثبت جهانی رسوندن، نمیشه چشم پوشی کرد. ما به مثال ایشون یک فیلسوفی که اینقدر پژوهنده و محقق و بررس باشه و این همه آثار از خودش به جا گذاشته باشه انگشت شمار داریم. شما سه تا واسه من معرفی کن. نمیشناسی. حالا من مثلا از ایشون چیز حالا راجبش تحقیق کرد، ولی واقعا یعنی اینا گنجینه های گوهربارن. اینکه اندیشه متفاوته که هر کسی بالاخره اختلاف نظرها و چیزی داره. من اون افتخارات ایشون دارم میگم، اون آثار ارزشمند و اون تحقیقاتی که کردن، اون آثاری که به ثبت جهانی رسوندن، همون سالنامه 7000 ساله آریایی میترایی که به ثبت جهانی رسوندن رو فقط داشته باش. این کمکاری نیست تا یکی فقط یه همچی کاری توی عمرش کرده باشه، یه افتخار ووف چیزه واسش. اصلا اون هم جهانی که به سراسر جهان داره هر سال اونو داره چیز میکنه. اون وقت اینو کی گفت؟ اون موقعی که هنوز همه میگفتن آقا این 2500 ساله یا 3000 ساله، برخی ها مثلا میگفتن آقا 5000 سال و فلان اینا. اون موقع اومد حرف از چیز زد قبل از اینکه شهر سوخته ای اصلا پیدا بشه. بعد یه دهه بعدش تازه شهر سوخته که زد بیرون، تمام اون اساتید دانشگاه رشته چی بهش میگن باستانشناسی و تاریخ و تمدن و اینا، تمام اساتید صاحب نامش همه انگوش به دهن مونده بودن و با ایشون در تماس بودن و گفتن استاد دقیقا همون چیزهایی که فرموده بودین. و ایشون از لابلای اون اسناد اصلی در حوزه تمدن و فرهنگ واقعا نامبر وان هستن و همینطور تحلیل اخبار سیاسی، اصلا یکی من رو دستشون ندیدم در حوزه تحلیل اخبار سیاسی و اینا. ولی اینکه از لحاظ اون اعتقادی باوری، من مثلا اون باورم و اون منظرگاه نگرشیم با ایشون متفاوته، خب اون یه چیزیه، ربطی به این نمیشه که مثلا بگید آقا فلانی گفته من با از لحاظ مثلا باور و اعتقاد و منظرگاه نگرشی با ایشون مثلا منظرگاه هم متفاوته، پس ایشونو ببین فلانی هم ایشونو قبول نداره. این چه حرفیه؟ من واسه ایشون خیلی خیلی قابل احترام هستم و دونه دونه آثاری که در واقع و تحقیقهایی که انجام دادن بسیار 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 ارزشمنده،
بسیار چیزها از ایشون یاد گرفتم، چه در زمینه تحلیل اخبار سیاسی، چه در زمینه فرهنگی و تمدنی و چیزهای دیگه، و همینطور اون کتاب آثارشون و کتاباشونه که اون چندهایی که مطالعه کردم و اینا. بسیار انسانی که خردمندن، خردپژوهن و دیدگاه بازی دارن و بسیار یعنی در واقع دروازه های نوعی رو برای خیلی از محققین و اندیشمندان بزرگ، نه که مثلا طرف استاد دانشگاهیه مثلا والا مثلا نوعی اینا، نه، اون کسی که اندیشمند بوده، اون کسی که محقق و صاحب نام بوده، اونها این نظریات رو راجع به ایشون گفتن. شما برید از زبون خودشون توی یکی از آثارشون، اتفاقا تمام افراد مشهوری که باشون مشاوره داشتن، با ایشون مشاوره یه افرادی هستن که سیاست مداره بزرگ و صاحب نام کشورهای جهان هست. بابا با روبرت بایر یه توی صحبت میکرد، این چیز دست ایشون بود. میدونی چی دارم میگم؟ یعنی ایشون به اوضاع مسلط بود و از مکالمه‌ای که باهاشون داشت تونست در واقع خیلی چیزا رو بکشه بیرون، به اوضاع مسلط بود. اینا خیلی حرفه. یا مثلا کیو ما داریم که توی مثلا مجلس سنای فرانسه جایزه نفر اول رو بگیره توی مثلا فرهنگ و ملل؟ مگه داریم یک ایرانی توی فرانسه، اونم نه که یک مثلا چیز محلی و اینا، نه، یه چیز جهانی نفر اول بشه توی تحقیق و پژوهش فرهنگ و ملل؟ و اینا رو فیلماش ایشون گذاشتن. این نمیشه که مثلا آقا اینا فوتوشاپه، این چی چیه؟ نه، من خودم توی سایت های کتابخونه ای که مال کتابخونه های معتبر جهان هست آثارشون رو دیدم. پس این حرف رو نزنیم و اینا رو ما باید همیگه تفکیش شده بنیم. به مثال ایشون و گنجینه های این چنینی ما انگشت شمار داریم. این خیلی حماقت و ظاهربینیه که ما بخوایم نگاه صفر و صدی داشته باشیم. آره فلانی اینا قبول، مثلا مثل این که مثلا یک اندیشمند بگه چون مثلا دین من مسیحیه، دین فلانی یهودیه، یا مثلا فلانی دینش مسلمونیه، من اصلا هیچ اونو قبول ندارم. خب این میشه یه آدم متعصب یا یه آدم هیچی ندون یا یه آدم ظاهربین. اون اندیشه و باور و اینا خب هر کی یه چیز شخصیه، ولی اینو نمیشه نادیده گرفتیش که افتخاراتی که ایشون کسب کردن، شما یک نفر رو مثال بزنید که یه همچین افتخاراتی آقا یک دهم ایشون رو از خودش به جای گذاشته باشه. نه که گذاشته، نه ها، کسی که باشه، یک ایرانی آریایی، یک فیلسوفی که یک دهم آثاری که ایشون و اون تلاشی که ایشون کردن و به ثبت رسوندن رو داشته باشه. هستن، شما میشناسی؟ مثلا یک دهم ایشون. بس ببین، بس ما این گنجینه ها رو قدرشون رو بدونیم. اینکه هر کسی ببین، به انتخاب باور هر انسان، این یک از نخستین حق و حقوق انسانیه که ما به انتخاب باور و عقیده هر انسانی احترام بگذاریم. اون ظاهربین رو چی میگه؟ میگه اوه چرا کوروش رفتش با مردوکیا معامله کرد، چرا باهاشون تجارت میکرد؟ اون از اندیشه بازش بود. میگه تا موقع اندیشه اونا واسه خودشونه، اندیشه ما هم واسه خودمونه. وقتی اونا به ما کاری ندارن، وقتی هیچ خطری و هیچ تهدیدی به خاک میهن من و مردم میهن من نداره، واسه چی باش داد و ستد پایا پای انجام ندیم؟ چون حالا دینش مردوکیه، اون به خودش ربط داره، به من ربطی نداره که اون چه باور و اعتقادی داره. اصلا میخواد سکپرست باشه، میخواد لایک باشه، میخواد اصلا هر چیزی، هر یعنی هیچ استثنایی نداره، اون به خودش مربوطه. اصلا من حق ندارم بپرسم از دیگری که تو اعتقاد و باورت چیه. ولی خب ما چون توی زمینه با هم دیگه بحث میکردیم، من مثلا باور و اعتقاد ایشون رو میگفتم، میگفتم باور و اعتقاد همسو نیستش، ولی نه که اینکه مثلا خودم رو بگم این بر حق اون بر حق نیست. اینا افکار سطحی و ظاهریه که اون اشخاص ظاهربینی که همه چی رو صفر و صدی و قضاوت‌های شخصی میکنن اینجوری میبینن جهان هستیشون رو. اصلا نمیدونم چی بگم. این گفتم این توضیحات خدمت دوستان بدم
که قدر این گنجینه هامون ما بدونی. اینکه چون مثلا فلانی باور اعتقادیش با ما نمیخونه پس با دشمن ماست، نه، اون کسی که خیانت کرده یا اون کسی که به یعنی یک خیانتی کرده که ضررش به مردم و میهنش چیز شده اون خائنه، اون آره. ولی یه کسی که اعتقاد و بابش این همه داره آگاهی رسانی میکنه مشتی، اصلا کاش که ما فقط قدر گنجینه هامونو میدونستیم. یه انگلیسی ها یه دیوید بکام دارم، ببین چجوری چیزشو میدونن، مثال دارم میزنم و اصلا این ربطی به اون نداره، ولی دارم میگم که این بذر کینه و نفرت و تاریکیه که در درون ما اون در واقع گلوبالیسم توی این صده ها قرن ها پرورونده و این گونه هویت و اون چیز ما رو گرفته. و اینا واسه چی انقدر بعضی ها دیده های تاریک و دارکی دارن و انقدر محدود و بسته همه چی رو میبینن؟ یه خورده اون شرطی شدگی ها رو، اون چارچوب ها رو که واسه در واقع تابو ها رو، اون چارچوب ها رو ورداریم تا بتونیم دید باز داشته باشیم، تا بتونیم به دنیامون، به جهان هستیمون نیک بنگریم. بزرگترین زندانی که انسان درش اسیر میتونه باشه اون چارچوب ذهنه، همون ذهنه که پیش‌داوری میکنه، همون ذهنی که با تابوهایی که در درونه در طول عمرمون در واقع بهمون تحمیل شده و وقت اینقدر بسته و محدود میبینه و همه چیو میخواد تیم و تیم کشی ببینه، یا یک شخصی موافقشه یا مخالفشه. چقدر زشته. اون انسان خردمند اونه که از مخالف نظر خودش هم بتونه آگاهی کسب کنه. امیدوارم که این توضیحات و نظر، این نظر شخصی که دارم خدمت دوستان، اون آگاهی لازم رو برای دوستان خردمندم مورد بهرهشون واقع شده باشه. بر ما نظر کن کاره این زین گمراهی، یوسا و بسا دستم بگیر و رهایم کن براهی، یوسا و بسا یا لابه کن یا مدربه یا همراهی. در موزه تمدن هایی میام بر روح پرفتوه آگاهی، یکی صاحب نسلی و بس به عصب اهورایی، یه بس دیگه کم کم دارم شم یه جورایی. یوسا و بسا بندر برا پویاند بر این دراهی، یوسا و بسا بر ما نظر کن کاره این زین گمراهی، یوسا و بسا دستم بگیر و رهایم کن براهی، یوسا و بسا یا لابه کن یا مدربه یا همراهی. تو که خرد برزمی موس رشت از آین مهری، چرا کم لطفی با خود کنی و با ما بی مهری؟ میگی منتصب به جد تو فرمان آزادی، میگم آزادگی را به کنجا تو مخجا سازی، اگه میخوای بل کنه و بره بالا هرچی که کاشتی، ببین حالا کجای راهی ولش کن هرچی داشتی. یوسا و بسا تو همچه ما ره به دادار یکتایی، یوسا و بسا یالا بگو برات بخونم دعایی، یوسا و بسا سرلاحی یکتا پرستی پاکی، یوسا و بسا یالا بگو اگه با ما نم پس با کی با کی یکی